18 11 5 یعنی سیگنال بالا 18 است، سیگنال پایین 11 و اینترپولیت 5 بوده. یک مخروطی در اینجاست. این خود شبیه تاییدیه هدفه ولی بیشتر حالت حفره یا چاه یا دهنه ها رو داره و اینجا لکه های متفاوتی از منابع گوناگونه. این مخروطیه تکه ولی باز باید مورد فیلتر قرار بگیره. 11 پایین رو برابر 55 میدیم. یه لکه رنگ عمودی تک میاد. خب این لکه رنگ های عمودی تک عمدتاً حالت وجود هدف رو در اون محدوده تایید میکنه ولی اینکه خود هدف در مرکزش باشی متفاوته. وقتی از FF استفاده میکنیم ما اینجا یک دونه مثلث و یک لکه رنگ ویژه که در درون خودش حالت مثلث هم میتونه شکل بده رو هست و برآمدگی داره. تا اینجا ما فقط کد 11 پایین رو داده بودیم. حالا میریم واسه ترشولد 45 20 بالاست. 11 بنابر ویدیوی 55 بوده. 20 رو بهش میدیم. در اینجا باز این لکه رنگ در اینجا میمونه و اینم حالت عمودی داره. این هست و اینم اینجا شکل دو لکه رنگ رو به ما میده. عمدتاً اگه بخوایم اینجا از این روش استفاده کنیم چون عمودی هم در اینجا داریم و این عمودی بوده میتونیم بیایم از کد INT یکم بهره ببریم یا اینترپولیت یک. ولی میایم به حالت عمومی میریم جلو. دو رو بهش میدیم. اینجا یه لکه داره. دو بالا. و الان میایم یک رو به این میدیم. در یک یه لکه در اینجا باقی مونه. ببینید این الان اینجا خودش رو به خوبی آشکار میکنه. و این آشکار شدن بیانگر اینه که احتمال زیادی هدف در این محدوده بوده. یا رو مرکز هدف نبوده. حالا دو صفرش میکنیم. ببینید دو لکه در اینجا خیلی منظم میاد. هم شکل هم نیستن. این بیشتر مانند چاه‌ها، سنگ‌ها یا منابعی مانند مصالح یا موادیه که به کار رفته. این تمایلی به جهت هدف داره ولی تکه. و در روش F7 یا F6 هم که استفاده میکنیم تاییدیه از وجود هدف رو میده. ولی در مرکزیت این هدف نیست. یعنی وقتی در مرکزیت وجود نداره یا قرار نگرفته و این گوش هستش، این یه مقداری از نظر دید یا از نظر تکنیک متفاوت میشه. یعنی که هدف در دید قرار گرفته ولی نکامه، پس بعد قسمت دیگه دوباره تصویرگیری شه یا حالا قسمت پایین تره یا بغل تر از اینه. ولی اگه توجه کنید اینجا خودش به طور طبیعی یک ساختار مربعی مانند یا مستطیل داره. یه مستطیل که در اصل دو تا مربع در کنار همه، اینا توی هم قرار گرفتن، کنار هم قرار گرفتن و منابع متفاوتی در اینجا قرار داره. اگر از F7 استفاده کنیم یه مثلث مانند میاد اینجا، از ببخشید F8 یا F9 یا F5 این میاد اینجا. این یه مثلث هم خودش تو اینجا داره که با یه خط به سمت بالا رفته. اگر از F7 استفاده کنی یه مقداری این مثلث باز آشکارتر میشه توی پس زمینه اینجا. ببینید اینم یه مثلثه ولی اینا ردیف هایی از منابع و مصالح هستن که در اینجا هم ترکیب دارن، در اینجا هم راه دارن، مسیر دارن، به هم متصل شدن و یه تک لکه اینجا کلن هست. این مثلث ها با وجود این هدف رو تایید میکنه ولی مرکزیت نیست چون ما در مرکز این رو نمیبینیم. و الان ببینید یک مربع در اینجا هست، همون مربعی که گفته بودیم، و باز یه مربع دیگه هم در اینجاست و این ترکیب ها اینجا به وجود اومده. اینا نشانه های منابع در اون محدوده هستن و هدف در اونجا هست ولی یه مقداری جدا شده است یا ترکیبش پایین تر از اینه. اینجا دوتا مثلث توی دل همه. اینا رو با آینتی سایز 2 در آوردیم، یعنی باید با اینها فعلا پیش رفت تا نوع ترکیب ها رو دید. توی یکش اینجا یه لکه اینه و یه لکه هم اینه که اگه بشه آشکارش کرد که میشه. اینا لکه هایی هستن که مرکزشون هم حالت رنگی از قرمز رو داره. پس در هر صورت اینجا اون منبع مورد نظر هست ولی باید روی اون دوباره تصویرگیری شه ببینه اپراتور همین دو قلوها با همین شرایط میده یا این بازتاب جریان منبع دیگه ایه که این ترکیب رو در وضعیت کاری این هدف پدید آورده.
وقتی که چنین عملی انجام میشه شما میتونید از اینترپولیت یک هم استفاده کنید. حالا چون دو قلو رو گرفتیم دیگه میتونیم از اینترپولیت استفاده کنیم. اینجا یه مثلث داریم که احتمالاً شرایطی از چاه یا مسیر چاه. الان یه لکه رنگ در اینجا داریم که با F7 آشکار شد، تو پس زمینه بود. اینجا هم داریم. خب اگه بخوایم از خود کد 11 دوباره به همون مسیر اینو برگردونیم به هدف رنگ عادیش اینجا و یه مخروطی ببینید دوباره با کد 11 اینجا اومده، اینا جهتاش به سمت پایینه. این میتونه یک منبع بسیار سفت از یک جریان ساخته شده باشه که اصولاً ترکیبی از مصالح رو داشته باشه و هدف در هول و هوش اون باشه، چون در دلش یک شکل هدف وجود داره. و اینترپولیت رو یک زدیم بالا 0.10 حالا 20 و اینجا بازم خودش دوتا لکه رنگ در دل خودش داره تا این ترکیب. ما اینترپولیت یک رو ابتدا زدیم که این ترکیبا رو بگیریم. اینجا یه لکه رنگ هست که پیوستگی با این داره و یه لکه هم اینجاست. اینه حالا موقع هدف شدن یا بودن هدف در چه جایی از طریق تعیین محدوده میشه تشخیص داد. حالا کد 2 رو میدیم، اینو به رنگ عادیش میبریم. در کد 2 اینجا ما چیزی رو حاصل از اونها نمیبینیم، ولی این لکه بزرگ شده و یه زردی روشن هم در این گوش هست. 1 رو بهش میدیم، باز جمع‌تر میشه و میایم 2-0ش میکنیم. در ترکیب 2-0 یه تک لکه این پایین میاد، یک تک لکه معین در اینجا میاد. خب در چنین وضعیتی ما یه روش دیگه هم داریم. روش دیگه استفاده از کد 5 پایینه، یعنی 5 پایین در اینترپولیت هاست، ولی خودش وقتی اگه 20 بالا جواب بده ترکیب تایید وجود هدف در اون محدوده رو میتونه مشخص کنه. الان ما 5 پایین رو که میدیم بالا 0 پایین 5 پایین 0 میکنیم، بالا رو 20 میدیم. از نظر ترکیبی یه ذره کوچیک شد، ولی چون پول تبه خود 5 تو دامنه پول تپ ها یا پایین دست پول تپ هاست این قابلیت ارزیابی رو داره. کد 20 رو میدیم چنین شکلی میاد. اینا ترکیبی از منابع در اونجاست، همه اون چیزهایی که میتونسته حتی مصالح زمین سفت و چاها یا اون راه ها باشه. حالا 1 رو بهش میدیم، باز کوچیکتر میشه، اینا جداتر میشه. زمانی که ما کد 2-0 رو به این بدیم ترکیبی که به ما میده اینه، لکه رنگ های منظم و همشکل. خب اینجا این تایید میکنه که وجود هدف در این محدوده هست، ولی چیزی که در اصل قضیه اون اول دیدیم این گوشه بوده، این فقط تاییدیه وجودشه و باز خودش هم به سمت پایین دست این ترکیب رو گرفته و این شکل رو به ما داده. در هر صورت این دوتا خیلی شبیه همن و این بزرگتره، این هدف را تایید میکنه و این دوتا میان اینو تایید میکنن، یعنی چون از این از سیگنال 5 پایین استفاده کردیم این موضوع مطرحه، چون اینجا بعد رو سیگنال 5 پایین عمدتاً در پول تپ هاست، ولی وقتی با 20 جواب میده یعنی شرایط وجودی اون هدف رو تایید میکنه. یه روش دیگه هم که تاییدیا رو میشه گرفت کد 7 پایینه. ما 7 پایین رو میدیم و میایم 4 بالا رو میدیم. 7 پایین 4 بالا تا همین محدوده تعیین میکنه که اینجا یه لکه رنگ هست. ببینید این لکه رنگ در 7 و 4 خودش دو حالت داره، یه دونه اینه و یه دونه هم اینه و لایه ها از تیره رفته به سمت روشن. اینا زمانی مهمه که ما اون دو قلوه رو اونجا گرفتیم، یه موقع این اشتباه نشه که چرا همه جا میشه این رو گرفت. این زمانی مهمه که اون دو قلوه رو در اینجا گرفتیم. حالا صفر کردن یا به یک زدن یا با دو صفر کردن این تو قسمت 7 دیگه مورد نظر نیست برای تکنیک عمل کردی، چون خیلی جا میره تصویر. پس تا اینجا ما تونستیم نوع تصویر و تشخیصش رو انجام بدیم که چه روش ها و چه شکل هایی داره. حالا اگه ما بخوایم موقعیت این رو تعیین کنیم که چه در چه محدوده ایه، آینتی 1 رو میزنیم، میتونیم آینتی 2 رو هم بزنیم، 3 رو بزنیم، اینا رو بعد دونه دونه بزنیم تا موقعیت دقیقا مشخص بشه. حالا 1 پایین رو بهش میدیم، بالا 0 در سیگنال ها، سیگنال پایین 0 میکنیم و بالا 1 میدیم. ببینید یه عمودی با یه شکل ترکیب در اینجا اومده. اینجا هم یه دونه اگه از F7 استفاده کنی اینجا هم این ترکیب رو ما
داریم، یعنی این شکل رو در اینجا داریم. پس تا اینجا تونستیم اینو پیش ببریم که ببینیم به چه صورت. حالا اگه اینو دو صفرش بکنیم چه اتفاقی میفته؟ در دو صفر این شکل پدید میاد، یعنی این لکه ها اینجان، این هدف اصلی که مد نظره در این محدوده، در همون جایی که اون دو لکه رنگ اولیه آشکار شده بود خودشون نشون میده و بیانگر اینه که اینجا اون هدفه در این قسمته، یعنی خارج از دید اصلی سیستم بوده ولی قابلیت داشته که سیستم رو تشخیص بده و احتمالاً حجم اون بالاتر از حتی حد میزانی بوده که در اون قسمت تصویرگیری شده. و وقتی که ما الان ببینید از F7 استفاده کنیم، این جدا میشه و این هم در اینجا میمونه. این همون دولکه‌ایه که میشه روش بحث کرد و این تک لکه در اینجا هست و اینی که تو دل این تک لکه هست خودش لکه دوم اینه. ولی اینجا وقتی که ما داریم این INTR رو میزنیم، این به سمت کوچیک شدن میره، این خودش میگه تو مرکزش نیستم، ولی در این محدوده و در این شرایط این قرار داره. اینا رو میتونیم توی ترکیب رنگ ها و در زدن اعداد به دست بیاریم که ببینیم چه ترکیبی داره. الان هم INTR رو گرفت و هم با کد دوج قوی تر شد. این نوع تصاویر مال اهداف خیلی بزرگیه که اپراتور تو مرکزش قرار نمیگیره یا گوشه ای از اون هدف رو میگیره. در هر صورت این تصویر دارای اون جریان هدف اصلی هست، ولی منبع اصلی در کنار این تصویر واقع شده، یا پایین دست این قرار داره یا در دستی از این قسمت دست راستش هستش.